پادشاه قاجار کردن پرنده رو ببینید. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امروز از اصفهان اومدم به شهر کرد و از شهر کرد اومدم تو جاده اهواز. الان تو شهر شلمزارم و این قلعه ای که پشت سر من میبینید قلعه سمسام السلطنه است. الان با اصفهان 130 کیلومتر فاصله دارم. این قلعه تو سال 1307 هجری قمری به دستور سمسام السلطنه از وزرای درباریان قاجار ساخته شده. بریم داخل این قلعه رو با هم یه نگاهی بندازیم. بعد از اینجا میخوایم بریم تالاب سولغان و بعدش تالاب بین المللی چوغاخور و بعدش هم تالاب گندمان. تا انتهای این ویدیو جذاب با من همراه باشید. ممنونم. ما الان داخل قلعه سمسام السلطنه هستیم یا قلعه شلمزار تو 40 کیلومتری شهر کرد. میبینید محوطه حیات جلوی قلعه است و یه حوض دایره شکلی داره و این هم خود قلعه. قلعه قبلا دو طبقه بوده، حدود 135 تا 138 سال پیش ساخته شده. این قلعه به دست نجف قلی خان ملقب به سمسام السلطنه ساخته شده. این قلعه محل زندگی اون بوده. سمسام السلطنه یکی از بزرگان عصر قاجار بوده و بعد از انقلاب مشروطه دو دوره نخست وزیر ایران بوده. این قلعه 2000 متر مربع مساحت داره که 500 متر اون زیربناست. قلعه سمسام السلطنه در دو طبقه ساخته شده. طبقه اول شامل چندین اتاق و ستون سنگی میشه که ستونها با نقوش گیاهی حجاری شدن. طبقه دوم مشابه طبقه اول ایوان ستوندار داشته که خراب شده و آثار زیادی از اون باقی نمونده. بانی این بنا یعنی سمسام السلطنه در سال 1308 به حکمرانی منطقه بختیاری منصوب شد و یک سال بعد از اون در اصفهان درگذشت و در تخت فولاد به خاک سپرده شد. حجاری ها و سنگبوری ها رو میبینید که چقدر زیبا رو این ستون ها کار شده در زمان قاجار. بعد از ورود به قلعه با این صحنه روبرو میشید. این گچکاری ها خوب مشخص مرمت شده. تصویر پادشاه قاجار و سرباز قجری رو میبینید پایین ستونا. دوستان الان ما داخل محوطه قلعه سمسام السلطنه ایم. خب اتاقا مرمت شده، گچکاری شده، مشخصه. بریم طبقه دوم هم ببینیم. من از پله‌ها دارم میرم بالا برای دیدن طبقه دوم قلعه. امیدوارم به اندازه کافی محکم باشه. خب ما الان رو پشت بوم قلعه ایم. خب من خونده بودم که این طبقه دومش خراب شده. کل چیزی که از طبقه دوم قلعه باقی مونده فقط همین بخشه که میبینید. این درم خب خیلی قدیمیه، ما
مشخص مربوط به همون دوره قاجاره. احتمالا در اصلی قلعه همین بوده. خب اینم از قلعه شلمزار. بعد از اینجا میخوام برم تالاب سولغان و بعدشم تالاب چوغاخور. دوستان من اومدم کنار تالاب سولغان تو بخش شرقی و غربی داره. الان من تو بخش شرقی تالاب سولغانم، تو 70 کیلومتری شهر کرد. میبینید که تالاب وسعت زیادیش خوش شده. اینکه تو اخبار میشنوید به علت کاهش بارندگی تالاب ها خوش شدن، کماب شدن، و اینجا قشنگ میتونید با چشم ببینید. این هم بخش شرقی تالاب سولغانه تو 70 کیلومتری شهر کرد. من این جاده رو یه مقدار دیگه میرم جلوتر، این جاده رو میرم جلوتر ببینم اون بخش غربیش در چه وضعیتی و چقدر آب داره. خب من جاده رو یه مقدار اومدم جلوتر، اینم بخش غربی تالاب سولغانه. ببخشید اگه صدای باد رکورد میشه، داره باد زیادی میاد. این بخش غربی تالاب سولغانه تو 70 کیلومتری شهر کرد. با جاده فاصله زیادی داریم. دیگه من حالا نمیرم لبه آب، فکر کنم از جام منظره خیلی قشنگتری میشه دید. خب دوستان رسیدیم به تالاب زیبای چوغاخور در استان چهارمحال بختیاری. لذت ببرید از منظره. من اومدم کنار تالاب چوغاخور. اینجا هوا عالیه و آرامش بی نظیری هم داره. پرنده های مهاجر نشستن وسط آب، صداشون هم از اینجا میاد. خیلی خوبه که از اون هوای آلوده شهر دور شدیم برای چند ساعتی. میخوام زوم کنم ببینم پرنده ها رو چقدر واضح تر میشه دید. میبینید پرنده ها رو؟ یکی هم دیگه بیشتر زوم میکنم از دیگه قشنگ مشخصم. خب یه زوم 12 برابری کنم، دارم دنبال اون میگردم. آها این دیگه بیشتر زوم گوشینه. ما الان در حال پرنده نگری هستیم تو تالاب چوغاخور. پرنده نگران میان با دوربینای دو چشمی خیلی قوی، پرنده ها رو از دور تماشا میکنن. بذارید اون سمت زوم کنم. چقدر پرنده رو آب داره شنا میکنه. من میخوام ببرمش رو زوم. آها اینم زوم 12 برابر.
اونجا هم خیلی پرنده هست. ببینید تو چشم کار میکنه، پرنده هست. خوبم باز رانندگی کنم برم جلوتر، بریم یکم جلوتر و اگه شد دوباره بیایم لب آب و بعد از اینجا میخوایم بریم گندمان، تالاب گندمان رو ببینیم. صحنه شنا کردن پرنده ها رو ببینید، یه شکل هفت پشت سر خودشون تشکیل دادن، دارن به یه سمت شنا میکنن. او تا اون طرف هم هستن. اینجا یه ایستگاه تحقیقاتی و حفاظتیه، مال اداره کل محیط زیسته و یه اطلاعاتی راجع به اردک بلوطی که ساکن این تالابه تو این تابلو زده شده اینجا. اینجا هم یه امکانات اقامتی محدودی مثل آلاچیق و سرویس بهداشتی گذاشتن برای مسافرا. دوستان من به آخرین نقطه تالاب چوغاخور رسیدم و اینجا دیگه اونجا یعنی آخرین نقطه تالاب چوغاخوره و وقتی وارد اون تونل بشید دیگه تالاب وجود نداره و تموم شده. یه چیز خیلی جالب که میخوام به شما نشون بدم، الان من توی قبرستانم کنار جاده، میبینید این شیر سنگی و ایل بختیاری رو قبر درگذشتگانشون یا جووناشون که جوون مرگ میشدن حالا به هر علتی شیر سنگی رو میذاشتن. شیر سنگی نماد قدرت و غرور و نیروی ماورا انسانیه و ایل بختیاری از این نماد سر قبر در گذشتگانشون استفاده میکنن. ببینید این شیر سنگی و این قدمت زیادی داره. یه توضیحاتی هم اینجا نوشته که من خوندم، نوشته که شیر نماد قدرت در خاور دور و در ساخت تاریخ تندیس اختلاف نظره، ولی این اون هر احتمالا به دوره مادها برمیگرده. یه شیر سنگی دیگه روی یه قبری از ایل بختیاری، اینم یه شیر سنگی دیگه که مشخصاتش اونجا نوشته، وفات سال 1359. از اینجا بریم به سمت بلداجی و گندمان تا تالاب گندمان هم با هم ببینیم. دوستان من اومدم شهر گندمان و چیزی که میبینید الان من دقیقا تو گوگل مپ کنار تالاب گندمانم، ولی اینجا هیچ آبی نیست. حالا من تو جاده میومدم تیکه تیکه خیلی کم تالاب آب داشت، ولی الان من دقیقا تو گوگل مپ نگاه کردم تو نزدیکترین نقطه جاده کنار تالاب گندمانم ولی هیچ آبی اینجا نیست. من چند سال پیشم اومده بودم تالاب،
خیلی سال پیش، شاید بیشتر از 10 سال پیش، ولی اون زمان پر آب بود، الان هیچ آبی دیگه نیست. و اینجوریه که میگن تالابا خوش میشه. ببینید حالا یه تیکای خیلی کمی مثلا اونجا یه کم آب هست، با ماشین برید تو کنار تالاب حرکت کنید، تو جاده تیکه تیکه خیلی کم بعضی جا آب هست، ولی دیگه به اون شکل که بشه بهش گفت تالاب و پر آب باشه نه. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. دوستان من راه زیادی از اصفهان اومدم تا اینجا، لطفاً برای حمایت از من و کانال ویدیو رو لایک کنید، حتما تو کانال سابسکرایب کنید، یعنی این به من کمک خیلی بزرگی میکنه. از من حمایت کنید، ویدیو رو لایک کنید. ممنونم، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.